سلام و روز شما بخیر. جلسه امروز رو اختصاص میدیم به دو قضیه مهم که البته هر دو کاربردهایی از فرمول ایتو هستند، یعنی با ابزارهایی که ما در جلسات قبلی بیان کردیم قابل اثبات خواهند بود، ولی هم از نظر تئوری و هم از نظر کاربردی بسیار قضایای مهمی هستند. قضیه اول که ثابت خواهیم کرد، قضیه نمایش مارتینگلی هست که در واقع منصوب به ایتو هست، مارتینگل رپرزنتیشن. و قضیه دوم قضیه گیرسانوف هست که خب منصوب به گیرسانوف هست. خدمت شما عرض کنم از نظر تئوری هر دو قضیه در واقع ویژگی مهمی از حرکت برهانی رو به ما نشون میدن. قضیه اول که از اسمش هم پیداست، به نوعی داره یه نمایشی برای مارتینگل ها ارائه میده و صورت قضیه خیلی ساده است. شرایط دقیقش رو چند لحظه دیگه خواهیم دید، ولی صورت قضیه به زبان ساده اینه که هر مارتینگلی رو شما میتونید در واقع به شکل انتگرالی نسبت به حرکت براونی بنویسید، یعنی در واقع به شکل انتگرال HS dWS، البته مارتینگلی که نسبت به فیلتریشن حرکت براونی مارتینگل باشه. خب قضیه جالبیه، به نوعی عکسش واضحه، یعنی هر انتگرال تصادفی نسبت به حرکت براونی یا اصلا نسبت به هر مارتینگلی یه مارتینگل میشه. این قضیه داره طرف دیگر رو میگه، یعنی میگه هر مارتینگلی هم همچین نمایشی داره. خب از تئوری نتایج جالبی داره که به برخیش اشاره خواهیم کرد، ولی از نظر عملی هم کاربرد خیلی مهمی داره. یکی از مهمترین کاربرداش در ریاضیات مالی هست، Mathematical Finance هست، که در واقع نتیجه این قضیه در ریاضیات مالی در واقع ترجمه میشه به اصطلاح مفهوم کامل بودن بازار، Completeness برای مارکت، که حالا ما راجع به این کاربرد صحبت نخواهیم کرد، اما اگر علاقه من بودین میتونید فصل ریاضیات مالی رو در کتاب مطالعه بکنید و یا همچنین ویدیوهایی که من برای درس ریاضیات مالی ضبط کردم هم روی در واقع کانال مربوطه در آپارات وجود داره که میتونید مشاهده بکنید. و اما قضیه دومی که بیان و اثبات خواهیم کرد قضیه گیرسانوف هست. قضیه گیرسانوف از دست قضایای تغییر اندازه یا چنج آف میجر هست که به نوعی به ما میگه یه دسته از فرآیندها هستن که با تغییر اندازه قابل تبدیل به حرکت براونی هستن. خب اینو جلوتر توضیح خواهیم داد و دقیق خواهیم فهمید صورت قضیه رو، اما اینجا فقط به این اشاره بکنم که قضیه گیرسانوف هم کاربردهای تئوری جالبی داره و هم کاربردهای عملی. باز یکی از مهمترین کاربردهای عملیش در ریاضیات مالی هست و اونجا نقش جدی ایفا میکنه. اونجا در واقع مفهوم اندازه ریسک خونسا یا ریسک نوترال از طریق این قضیه وجودش در واقع اثبات میشه. در به عنوان مثال ساده ترین مدل ریاضیات مالی که مدل بلک شولز هست، این کاربرد عملی شبازه در حوزه‌های دیگه هم کاربرد داره، از جمله در مسئله فیلترینگ هم که توی همین کتاب خودمون بهش پرداخته یک فصل، اونجا هم قضیه گیرسانوف به کار میاد. اما کاربردهای تئوری جالبی هم داره که ما اگر فرصت بشه مثال خواهیم دید ازش و به ما شناخت خیلی عمیق‌تری نسبت به خود حرکت براونی در واقع میده این قضیه گیرسانوف، و همچنین در اثبات‌های مربوط به مثلا وجود و یکتایی جواب SD ها به کار میاد این ایده تغییر اندازه و کلا قضیه قوی هست. خب این جلسه رو ما در واقع به این دوتا قضیه خواهیم پرداخت. قضیه نمایش مارتینگلی
توی بخش 12-4 از فصل 12 که جلسه قبل سه بخش اولش رو گفتیم، بخش بعدیش قضیه نمایش مارتینگلی هست که خواهیم گفت، و قضیه گیرسانوف هم فصل بعدی کتاب هست، فصل 15، فصل از میخوام 13، که قضیه گیرسانوف رو بیان و اثبات کرده و این مثالی هم ازش حل کرده که ما اگر فرصت بشه کامل خواهیم گفت. خب پس برگردیم به بخش 12-4 و قضیه نمایش مارتینگلی. خب صورت قضیه نمایش مارتینگلی در واقع نتیجه ای از قضیه هست که اول ثابت میکنه، ما اول به همین ترتیب پیش میریم. صورت قضیه رو با هم ببینیم و بعد بریم اون قضیه که به عنوان پیش نیاز بیان میکنه رو بخونیم و اثبات کنیم. خب صورت قضیه کلیتش رو گفتم، ما قراره بگیم هر مارتینگلی قابل نمایش به شکل انتگرالی نسبت به حرکت برانی است. منتها جزئیات قضیه، فرضهای قضیه، اولا مارتینگل اینجا فرض میکنیم که از راست پیوسته و اسکوئر اینتگرابل باشه و نسبت به همون فیلتریشن FT که تولید شده توسط حرکت برانی یک بعدی مارتینگل باشه. یه فرض اضافی هم میذاریم M0 مساوی 0 که دیگه این M0 رو نداشته باشیم، اون خیلی محدودیت خاصی ایجاد نمیکنه. همیشه میتونیم با کم کردن M0 مشکل اون رو حل بکنیم. و یه در واقع زمان یه افق زمانی T0 هم در نظر میگیریم که تا زمان T کم تمساوی T0 میخوایم این نمایش مارتینگلی رو داشته باشیم. و حکم قضیه این هست که برای چنین فرایند MT حتما یک فرایند HS که پردیکتبل هست و امید انتگرال HS دو متناهی وجود داره، این دو تا شرط لازمه برای اینکه انتگرال ایتو تعریف بشه دیگه، به طوری که MT همچین نمایشی داشته باشه، در واقع MT باشه انتگرال HS DWS، یعنی بشه یک انتگرال تصادفی نسبت به فرایند حرکت براونی. این صورت قضیه در واقع نمایش مارتینگلی هست. یه نتیجه جالبی از این قضیه میشه گرفت، اونم اینه که اگه شما در واقع البته مستقیما نمیشه به وضوح نتیجه از این قضیه است، ولی گزاره دیگه هست که ما با استفاده از اون قضیه رو ثابت میکنیم، و اون اینه که به جای اینکه ما بیایم مارتینگل ها رو به شکل انتگرال نسبت به حرکت براونی بنویسیم، متغیر تصادفی رو این کار رو براشون انجام بدیم. یعنی متغیر تصادفی به ما داده شده که نسبت به مثلا اف تی صفر اندازه پذیره، ما به اون متغیر تصادفی رو به شکل انتگرالی نسبت به حرکت براونی بنویسیم. اگه این کار رو انجام بدیم، بعد اثبات قضیه نمایش مارتینگلی خواهیم دید که خیلی کوتاه و ساده است. بنابراین میرسیم به این قضیه، این قضیه همین ورژنیه که الان گفتم، یعنی به جای نمایش مارتینگل ها بیایم نمایشی برای متغیرهای تصادفی ارائه کنیم بر حسب حرکت براونی. قضیه هم صورتش اینه، میگه که این بار یه متغیر تصادفی وای داریم که اف تی صفر اندازه پذیره و امید تواندوش هم متناهیه، این فرضمون هست، و میگه در این صورت حتما یک فرایند HSی وجود داره باز پردیکتبل و امید انتگرال تواندوش متناهی، به نحوی که ما یه همچین نمایشی برای Y داشته باشیم، یعنی Y بتونیم بنویسیم امید Y به علاوه انتگرال 0 تا T0 HS DWS. این E Y اینجا خیلی نقش مهمی ایفا نمیکنه، ولی خب حضورش ضروریه، چون که ما نمیتونیم بدون این ای وای لزوما همچین نمایشی برای وای به دست بیاریم. چرا؟ چون این انتگرال حتما امیدش صفره به هر حال، چون یک مارتینگله که مقدارش در لحظه صفر صفره، بنابراین به هر حال امید این قسمت صفر خواهد بود. پس ما برای اینکه وای رو به شکل همچین انتگرال بنویسیم، نیاز داریم امیدش صفر باشه. اگر امیدش صفر نباشه، میتونیم امیدش رو اینجا
جدا کنیم، یه قسمتی باقی بمونه که امیدش صفره و به این شکل نمایشش بدیم. بنابراین به این دلیل هست که توی این قضیه این امید وای ظاهر میشه. خب این صورت قضیه. فعلا پس بریم به اثبات این قضیه بپردازیم و بعد ببینیم چطور از این میشه نتیجه گرفت از یه نمایش مارتینگلی رو. خب ایده اثبات رو من میگم. ایده اثبات خیلی ساده است، حالا یکم ریزکاری ها شاید اثبات رو طولانی کرده باشه تا اینجا اثبات هست، ولی ایده اثبات خیلی در واقع هوشمندانه و در این حال ساده هست. یکم به فرضهای قضیه منتها لازم هست دقت بکنیم. من فرضهای اصلی رو اینجا بنویسم. بنابراین قضیه 12-3. خب فرض چیه؟ فرض اینه که وای یک متغیر تصادفی FT0 اندازه پذیره و امید Y2 متناهیه. حکم چیه؟ حکم اینه که وجود دارد یه HT که حالا پردیکتبل و اون امید انتگرال توانده متناهی باشه، که Y رو میتونیم بنویسیم امید وای به علاوه انتگرال از صفر تا تی صفر همین دیگه بعد اچ اس دی دبلیو اس. خب قضیه جالبیه، قضیه قوی به نظر میاد، چون میگه که هر متغیر تصادفی که نسبت به سیگما میدان تا زمان تی صفر اندازه پذیر باشه قابل نمایش به شکل یک انتگراله نسبت به حرکت برانیه. اون متغیر تصادفی هر چیزی میتونه باشه، یعنی هر پیش آمدی که مثلا بر اساس اطلاعات تا زمان تی صفر تعریف شده باشه، هر کمیتی که بر اساس اطلاعات تا زمان تی صفر تعریف شده باشه همچین نمایشی حتما داره. مثلا اون کمیت میتونه چی باشه؟ مثلا اون وایه میتونه باشه سوپریموم حرکت برانی برای تی های کوچیک‌تر مساوی تی صفر. خب این کمیت تعریف شده هست بر حسب، یعنی نسبت به اف تی صفر اندازه پذیر هست بر حسب اطلاعات تا زمان تی صفر تعریف شده هست و بنابراین حتما یه اچ اسی براش وجود خواهد داشت با این خاصیت و هر کمیت دیگه، خیلی کمیت های دیگه شما میتونید در واقع تعریف کنید به این شکل. مثلا میگم مثلا میتونیم یه همچین وای در نظر بگیریم، بگیم انتگرال مثلا دبلیو اس به توان 3 دی اس از 0 تا تی 0. خب این هم یک متغیر تصادفی اف تی 0 اندازه پذیر هست، بنابراین حتما باید یه نمایشی داشته باشه. در مورد هر دو این مثال ها خیلی جالب خواهد بود که ببینیم اون اچ اس چیه، یا اصلا خود توابعی از اف تی صفر مثلا مثلا ای به توان دبلیو تی صفر، یا کلن هر تابعی از دبلیو تی صفر. این قضیه داره به ما میگه که هر تابعی از دبلیو تی صفر حتما نمایشی به شکل امیدش به علاوه انتگرال نسبت به حرکت برانی داره. برای سوال جالبی هست که حالا میتونید بهش فکر کنید که در هر کدوم از این مثال ها اچ اس رو بیابی. نکته ای که از اثباتی که ما الان ارائه میکنیم که همون اثبات کتاب هست، اثبات وجودیه، یعنی به ما اون اچ تی رو مستقیما نمیده و به همین دلیل روش های دیگه ای باید برای پیدا کردن اچ تی در مورد این مثال ها به من مثال پیدا بکنیم، که البته میشه مثلا در مورد مثال های از این نوع یعنی تابعی از در دوسته یه روش کلی برای پیدا کردن اچ وجود داره، اما به حال حالت کلی خیلی کلیه، یعنی همه متغیرهای تصادفی اف تی صفر اندازه پذیر خب خیلی چیز بزرگی هستن. بنابراین خواستم به این نکته اشاره کنم که تو خیلی از کاربردها پیدا کردن اون اچ جالب هست، ولی حداقل اثباتی که ما اینجا ارائه می‌کنیم یک اثبات وجودی هست و برای پیدا کردن اون اچ باید ایده های دیگه ای زد. خب
حالا بریم سراغ اثبات. اثبات مسیر کلی اثبات رو الان من میگم و ایده اصلی رو میگم و گپ ها رو بعدا با هم پر میکنیم. ایده اینه که در واقع در چند گام اثبات انجام میشه. گام اول اینه که برای یک دسته خاصی از متغیرهای تصادفی این کار رو انجام میدیم. چیا هستن؟ متغیرهای تصادفی خاصی که برای این شکلی هستن در واقع، برای وای هایی که به شکل ای به توان IU W T برای T کمتر از T 0، برای اینا اثبات میکنیم اول. خب بعد گام بعدی یکم اینو کلی تر میکنیم، برای همچین چیزهایی هم ثابتش میکنیم. ای به توان سیگمای مثلا آی بگیم یو جی دبلیو مثلا تی جی به علاوه یک منهای دبلیو تی جی، برای همچین چیزهایی ثابت میکنیم. و گام سوم تقریبا شاید حدس زده باشین که چیه. گام سوم با همچین موجوداتی که معلومه شبیه چی، یعنی اینا به نوعی تاب مشخصه یا در واقع ایده تاب مشخصه به نظر میاد توشون کار میکنه، با ایده تاب مشخصه با استفاده از اینها برای همه توابع در واقع این رو ثابت میکنیم. حالا بگیم هر همه توابع، یعنی اول مثلا برای توابعی که از تعداد متناهی زمان حرکت برانی تشکیل شده باشن که همه اینها کمتر مساوی تی صفر هستن، اثبات میکنیم. وقتی برای همه توابع این شکلی اثبات کنیم، دیگه گام آخر یه گام در واقع کلاسیک نظریه اندازه‌ای هست که وقتی برای چنین متغیرهای تصادفی ثابت بشه، با یک استدلال حدگیری برای در واقع هر وایی که عضو FT0 باشه، یعنی نسبت به FT0 اندازه پذیر باشه، نتیجه میگیریم. این چهار گام اثبات هست، ولی میخوام بگم ایده اصلی اصلا تو همین گام اوله. گام های بعدی رو تقریبا الان یه ایدهی براشون داریم. نکته اینه که گام اول رو بتونیم ثابت بکنیم. در واقع گام مثلا دوم به سوم که شاید کمی گام مهمی به نظر برسه، ایدهش گفتیم تبدیل فوریه است به نوعی، یعنی اینکه شما هر تابعی رو میتونید به شکل ترکیبی از تابع ای به توان IU ایکس در واقع بنویسید. ایده اینه. خب حالا گام به گام بریم جلو. خب گام اول یه کاربرد ساده از فرمول ایتوس، منتها حدس زدنش شاید ساده نباشه، که اون H رو ما چی باید بگیریم برای این تابه. در واقع از یه مارتینگلی که قبلا هم تو درس ازش استفاده کردیم استفاده میکنیم، به این صورت که اینو در نظر بگیریم، این فرایند رو در نظر بگیریم، ای به توان IUWT به علاوه U2 T دوم. خب برای این فرایند بیایم فرمول ایتو بزنیم. یعنی چی؟ یعنی بیایم این کار بکنیم، بیایم اینو بگیریم مثلا XT قرار میدهیم XT مساوی این فرایند. خب مختلط مقداره، ولی اشاره کردیم در اصلا قبلم که فرمول ایتو برای مختلط هم بدون هیچ مشکلی برقراره. و برای در واقع تابع fx مساوی ای به توان x فرمول ایتو به کار میبریم. ببینیم چی میده. خب فرمول ایتو میگفت که d fxt مساوی هست با
f پریم ایکس تی دی ایکس تی به علاوه یک دوم از زگاند ایکس تی دی کوادراتیک وریشن ایکس تی. خب اینجا دی ایکس تی که تکلیفش معلوم میشه آی یو دی دبلیو تی بلو یو دو دوم دی تی، براکت ایکس چی میشه؟ کوادراتیک وریشن ایکس هم اینجا چون این که تیه هیچی کوادراتیک وریشنش صفره، اینجا میشه ضریب دبلیو تی به توان دو ضرب داره در واقع کوادراتیک وریشن دبلیو، پس اینجا هم دی ایکس تی در واقع میشه منفی یو دو دی تی. خب حالا جایگذاری کنیم، پس مساوی میشه با f f x f پریم x هم که e به توان x، f زگاند x هم e به توان x، پس چه e به توان x t در i u d w t به علاوه u دو دوم d t به علاوه، حالا این جمله رو بنویسیم، یک دوم e به توان x t در چی؟ منفی u دو d t. حالا این با این ساده میشه و ما میمونیم و این جمله ای به توان ایکس تی آی یو دی دبلیو تی، پس این شد دی اف ایکس تی. حالا اگر به شکل انتگرالی بنویسیم این رو، یعنی انتگرال بگیریم از دو طرف، نتیجه میشه که اف ایکس تی مساوی است با اف ایکس صفر به علاوه انتگرال از صفر تا تی، حالا اون آی یو رو هم یعنی پشتش آی یو ای به توان xs dws، و این همون چیزی که ما میخواستیم، fxt همون e به توان فلان هست، یعنی e به توان iuwt به علاوه u.t دوم مساوی شد با x0 هم که میشه 0 fش میشه 1 1 به علاوه انتگرال از 0 تا t دوباره IU ای به توان حالا همون موجود IU WS به علاوه U دو S دوم دی دبلیو اس. خب این خیلی نزدیک اون چیزی که ما میخواستیم، فقط این U دو تی دومه اضافیه که چون در واقع دترمینیستیک هست میتونیم ببریمش ضرب کنیم سمت راست ببریم توی انتگرال، یعنی میرسیم به این رابطه که ای به توان IU WT مساوی شد با ای به توان منفی یو دو دوم تی به علاوه انتگرال از صفر تا تی این موجود آیو ای به توان آیو دبلیو اس به علاوه یو دو دوم در اس ام ان های تی دی دبلیو اس. که اصلا این جزئیاتش مهم نیست، کل اینو ما میخواییم اسمشو بذاریم اچ اس. این هم که در واقع این همون وای ماست، این هم که امید وایه، یعنی مجبوره باشه، حتی اگرم قبلا ثابت نکرده بودیم همین اثباتی بود برای این. چرا؟ چون این قسمت یه مارتینگله پس امیدش صفره، بنابراین این همون امید وای میشه. و این هم که شد، این هم که خب پردیکتبل هست چون WS داریم و WS ادپتد و پیوسته است، پیوسته و ادپتد پردیکتبل میشه و امید انتگرال HS2 هم متناهیه چون HS2 اصلا باونده، این قسمتش که نرمش یکه، این هم که تحت در واقع از تی سفری کوچیک‌تر نیست. خلاصه همه شرایط رو داره، بنابراین گام اول عملا اثبات شد، یعنی ما تونستیم این متغیر تصادفی رو بنویسیم به شکل امید وای به علاوه انتگرال از صفر تا، البته این حالا ما توی تی سفر میخواستیم به این نگاه بکنیم دیگه، تی رو باید بذاریم تی سفر اینجا، انتگرال از صفر تا تی صفر HS DWS. و این همه قضیه نمایشی هست که دنبالش بودیم، یعنی متغیر تصادفی وای رو به این شکل تونستیم نمایش بدیم. این اثبات گام اول. و اما گام های بعدی، گام دوم گفتیم چی هست؟ گام دوم این هست که حالا به جای اینکه فقط یه ای به توان آی یو دبلیو، البته حالا ما آره اینجا بذارین کلی تر بگیم، تی صفر لزوما نمیخوایم باشه، میتونه هر تی باشه،
اگر اینجا تی باشه، بعد چون نمایش مارتینگلی ما انتگرالمون تا تی صفره، بنابراین یه جورایی باید مثلا اچ تی رو دو ضابطه ای تعریف کنیم، بگیم برای اچ اس رو، بگیم اچ اس رو که برای اس های مثلا کمتر مساوی تی باشه همین موجود، همین چیزی که اینجا داریم، برای اس های بزرگتر از تی صفر باشه. خب که اینجوری بتونیم این انتگرال صفر تا تی رو بکنیم انتگرال صفر تا تی صفر، چون قضیه نمایشی که نهایتا میخوایم به دست بیاریم انتگرال صفر تا تی صفر. خب پس تا اینجا ما برای هر ای به توان آی یو دبلیو تی که تی هر عددی کوچکتر مساوی تی صفر باشه حکم رو ثابت کردیم. حالا بریم برای تی های برای توابع یکم کلی تر که میشه گام دوممون. دو گام دوم میخوایم اجازه بدیم که اینجا یه تعدادی تی جی های مختلفی داشته باشه و بر اساس اونا بتونیم بنویسیم. اینو بذار نوتیشن کتاب استفاده کنیم که خب این استپ یکش که دقیقا همین چیزی است که ما انجام دادیم. استپ دو در واقع میخواد به همچین چیزی برسه. حالا به جای تی جی گذاشته اس جی، فرق نمیکنه. خب بریم گام دوم. گام دوم اینجا وای ما این دفعه به شکل ای به توان آی در سیگما یو جی دبلیو اس جی به علاوه یک منهای دبلیو اس جیه که این اس جی ها از یک تا ان دنباله صعودی هستن که همشون هم از تی صفر کمترن دیگه، بزرگتر مساوی تی صفر و بزرگتر مساوی صفر، سیگما هم جی از یک تا ان منهای یک طبیعتا باید میذاشته، حالا آها تا اس ان به علاوه یک گرفته. خب ما هم اینجوری از یک تا. خب این بار وایمون به این شکله و میخوایم اون کار رو انجام بدیم. خب خیلی کار سخت نیست چون این در واقع به نوعی ضرب چیزای شبیه گام اوله، یعنی شما میتونید وای رو بنویسید ای به توان آی یو یک مثلا در آی یو یک، آره دیگه از یک شروع کرد، آی یو یک در دبلیو اس دو منهای دبلیو اس یک ضرب در ای به توان آی یو دو دبلیو اس سه منهای دبلیو اس دو، همینطوری تا ای به توان آی یو ان دبلیو اس ان به علاوه یک منهای دبلیو اس ان. هر کدوم از اینها طبق گام یک ما یه نمایشی براش داریم رو همون بازه خودش، مثلا رو بازه اس یک تا اس دو. چجوری؟ مثلا برای این ما یه نمایشی داریم که این مثلا مساوی میشه با امید خودش به علاوه انتگرال یه اچی دی دبلیو اس از صفر تا تی صفر، منتها کافیه شما اچتون رو یعنی توی بازه اس یک تا اس دو فقط لازمه تعریف شده باشه، قبل از اس یک یا بعد از اس دو صفر تعریف شده. تو بازه اس یک تا اس دو طبق همون در واقع فرمول بالا، حالا بالایی از صفر شروع شده بود، یعنی شما میتونید بیاین توی این قسمت بیاین حتی مثلا اینو کلی تر بکنید دبلیو تی منهای یه دبلیو تی پریم رو در نظر بگیرید، همه این تی ها میشه تی منهای تی پریم، در واقع میتونید مبدأ زمانتون از تی پریم یعنی شروع بکنید، بنابراین اون خیلی چالشی نداره. بنابراین ما برای هر کدوم از اینها یه نمایشی داریم، مثلا من یه اندیس یک این بالا میذارم، برای دومی هم همینطور، برای دومی هم ما یه همچین چیزی داریم به علاوه انتگرال صفر تا تی صفر یه مثلا اچ اس دو دی دبلیو اس و همینطور الی آخر، برای آخری هم یه همچین نمایشی داریم. نکته ای که هست اینه که ساپورت یا محمل اچ جی تی روی فقط بازه اس جی و اس جی به علاوه یکه.
خارج از اون صفره. بنابراین اینا دامنه های این تابه ها هم از هم جدا است، این تابه ها. و حالا میخوایم بگیم که وقتی ضربشون میکنیم باز براشون یه نمایش مارتینگلی. حالا اینو به صورت استقرایی به نوعی کتاب گفته، یعنی گفته اول فرض کنید دو تا از اینا داریم، میخوایم بگیم ضربشون هم به همین شکله. اگه دو تا همچین چیز داشته باشیم ضربشون به همین شکل باشه، بعد دونه دونه بعدی‌ها رو هم ضرب میکنه. یه همچین در قالب همچین لمی گفته، در واقع گفته فرض کنید یه وای 1 و وای 2 داریم که برای هر کدومشون یه همچین نمایشی داریم با یه اچ آی و ساپورت اینها جدا از همه. ساپورت اینا گفته مگر مثلا در متناهی تا نقطه، مثلا سر و ته بازا، مثل وضعیتی که ما داریم، ساپورتشون در سایر نقاط جدا از همه و میخواد ثابت کنه که مثلا وای 1 وای 2 هم یه نمایش انتگرالی به این شکل داره. نکته که میگه اینه که چون ساپورتشون جدا از همه، پس این برای تقریبا هر اس صفره، بدون متناهی تا اس برای بقیه صفره، پس انتگرالش صفره. بعد میاد این کار میکنه، میگه که بیاید این عبارت رو، این فرایند رو بذارید زد آی تی برای آی مساوی 1 و 2. خب زد آی صفر میشه همون ای وای آی. بعد بیاید فرمول ای تو حاصل ضرب رو بنویسید برای زد 1 تی ضرب در زد 2 تی. چی میشد؟ میشد زد 1 تی ضرب در زد 2 تی برای تی صفر میشه وای 1 وای 2 دیگه. در واقع بذار اینجوری بگم، اینجوری قابل فهم داره. اومده در واقع برای، پس الان ما زد آی تی ها رو این شکلی گرفتیم، دی زد یک تی هست همون اچ یک تی دی دبلیو تی، دی زد دو تی هم هست اچ دو تی دی دبلیو تی. حالا وقتی این دوتا رو ضرب بکنیم تو هم، فرمول ای تو حاصل ضرب به ما چی میگفت؟ دی زد یک تی زد دو تی مساوی میشه با یه بار زد 2 تی ضرب در دی زد 1 تی میشه، یه بار زد 1 تی در دی زد 2 تی ضرب میشه، یه بار هم دی زد 1 تی در دی زد 2 تی ضرب میشه. که اینجا منظورمون از این ضرب قبلا هم گفتیم دیگه، یعنی کراس وریشن این دوتا. و توی محاسبه این، خب زد 2 تی در دی زد 1 تی این مثلا میشه یه چیزی دی دبل، در واقع این دوتا میشه با هم یکی کرد الان، این میشه زد 2 تی اچ 1 تی به علاوه زد 1 تی اچ 2 تی در دی دبلیو تی به علاوه این موجود چی میشه؟ این دوتا ضرب بشن تو هم قبلا دیدیم دیگه به معنی یک لم، که میشه اچ 1 تی اچ 2 تی دی تی. حالا نکتهش اینه که چون اچ گوش تو ساپورتاشون جدا از همه، هر جایی هر تی بگیریم یا این صفر یا این صفر به جز متناهی نقطه که اون تأثیری توی این انتگرال این عبارت نداره. برای یه انتگرال بگیریم از صفر تا تی صفر، دقیقا میرسیم به این رابطه کتاب. در تی صفر مقدارش میشه این، در صفر هم که مقدارش میشه این، به علاوه این موجود رمزش رو گذاشته کا تی، پس شده انتگرال کاتی دی دبلیو تی. اینم که گفتیم صفره، بنابراین در واقع به این رابطه رسیدیم. یعنی ما برای وای 1 وای 2 هم یه نمایش انتگرالی پیدا کردیم، منتها اینجا به جای اینکه ای وای 1 وای 2 باشه، ای وای 1 ای وای 2. ولی قبلا هم گفتیم این ای وای 1 ای وای 2 مجبور مساوی ای وای 1 وای 2 باشه، چون اگه از دو طرف رابطه امید بگیریم، این امیدش صفر میشه، اینم که یه عدد ثابته، اینم میشه امید وای 1 وای 2. پس این مساوی هست با امید وای 1 وای 2. بنابراین اون نمایش انتگرالی برای وای 1 وای 2 هم به دست اومد. پس خلاصه بخوایم بکنیم، وقتی برای دو تا متغیر تصادفی وای 1 وای 2 حکم ثابت کرده باشیم که اون اچ های اینا ساپورتش جدا باشه، رو مجموعه جدا از همی باشه مگر اینکه متناهی نقطه، برای حاصل ضربشون هم ما اینو ثابت کردیم. و خب با توضیحی که دادیم، این متغیر از اون نوعه، یعنی برای هر کدوم از اینها به تنهایی، برای هر کدوم از اعضای سیگما، اگه ای به توان اینو نظر بگیریم، ما یه نمایش انتگرالی داریم. ساپورت های اون اچ هاشون هم رو همون باز است، پس مجزا از همه، پس برای حاصل ضربشون هم داریم، که میشه این عبارت. پس گام سوم هم در واقع انجام شد و گام سوم و گام دوم در واقع انجام شد.
ما گام سوم و چهارم داشتیم که هر دو رو کتاب تو یه گام انجام داده، ولی در واقع همون مسیر رو طی کرده. حالا با هم ببینیم که اینو چیکار کرده. خب حالا برای این گام چیکار میکنیم؟ اول میایم ثابت میکنیم که متغیرهای تصادفی که به این شکل ما ساختیم همه متغیر تصادفی های موجود تو FT0 رو تولید میکنن. FT0 چی بود؟ FT0 سیگما میدان به اصطلاح میگفتیم augmented filtration حرکت براونی بود، یعنی فیلتریشن تولید شده توسط حرکت براونی رو میگرفتیم، بعد پیشامدهای اندازه صفر و بعد پیشامدهای در واقع پیشامده دیگه اضافه میکنیم که این از راست پیوسته هم بشه، یعنی اون usual condition رو داشته باشه. برای اینکه ثابت کنیم که در واقع همه متغیر تصادفی های توی اون سیگما فیلد FT0 اون خاصیت دارن، اول ثابت میکنیم اینا دارن، بعد با یک گام ساده نظری اندازه ای ثابت میشه اون سایر چیزایی که اضافه میشن هم اون خاصیت دارن. اما خود اینا چرا دارن؟ یعنی سیگما میدان طوری شده توسط خود WS تا زمان T0. اول باید بگیم که در واقع این متغیر تصادفی این شکلی این سیگما میدان رو تولید میکنن. این با استفاده از ایده تبدیل فوریه انجام میشه. قبلا هم توی اثبات قضیه لوی توی جلسات قبلی از این ایده ما استفاده کردیم که توابع به شکل ای به توان آی یو ایکس به نوعی همه توابع رو انگار تولید میکنن. به چه صورت؟ متفاوتش فقط اینجا اینه که این توابع اینجا ان متغیره هست. در واقع میگه که یه تابع دلخواه F از این نموها در نظر بگیرین، نمو S1 تا S2، S2 تا S3 تا Sn تا Sn به علاوه 1. اولا واضحه که خب همچین تابع هایی سیگما میدان طوری شده توسط همه WS ها رو تولید میکنن. حتی این F میتونه پیوسته یا هموار باشه و بعد با یک حدگیری ساده به هر تابع دلخواهی از WS ها میل بکنیم. پس ما کافیه بگیم که این تابع ها رو میشه با استفاده از تابع نمایی ساخت. که اینو چجوری میگه؟ اینو با ایده تبدیل فوریه میگه. میگه این یه تابع n متغیره است. اسمشو بذارید f مثلا x1 تا xn. فرمول فوریه به ما چی میگفت؟ میگفت که شما f x مثلا در حالت یه متغیره، میگفت f x رو شما میتونید با به نوعی انتگرال گیری از تبدیل فوریه f به دست بیارین منتها نسبت به u. حالت n متغیرش هم همینه، یه تابع n متغیره رو شما میتونید با تبدیل فوریه وارون گرفتن، یعنی انتگرال گرفتن از تبدیل فوریه n متغیرش به نوعی به دست بیارین. چیزی که اینجا باید بذارین هست u1x1 تا unxn du1 تا dun. بنابراین این تبدیل فوریه وارون n متغیره هست که حالا اگر f کامپکت ساپورت مثلا و هموار باشه، مثل چیزی که در حالت متغیر دیدیم، f حت هم هموار خواهد بود و از کلاس شوارتز خواهد بود و این انتگرال تعریف شده است و برابر با f میشه. خب همین انتگرال داره نشون میده که اگر من در واقع حالا بیام اینو بر حسب تفاضل w ها بنویسیم، یعنی همین چیزی که اینجا داریم جایگذاری کنیم توی این رابطه f ws دو منهای ws یک تا آخر، همچین چیزی میشه دیگه، میشه این انتگرال f هت u1 تا un، این که دترمینیستیک هست. ای به توان چیزی که اینجا داریم، آی هم اینجا داریم، منفی i سیگما uj در wsj به علاوه 1 منهای wsj میشه du1 تا dun. خب همین رابطه داره به ما چی میگه؟ میگه که UR رو فقط باید منفی بکنیم، چون ما برای مثبت ها ثابت کردیم که حکم قضیه برقرار، اینجا برای منفی ها. این رابطه داره میگه که اینجور تابع ها سیگما میدان تولید شده توسطشون شامل همه تابع های دلخواه هست. چرا؟ چون هر تابع دلخواهی رو میتونیم به شکل ترکیب خطی از اینها یا انتگرالی از اینها ما بنویسیم. خب پس
اینجا ما جمع‌بندی کنیم، ثابت کردیم که این متغیرهای تصادفی به این شکل کل سیگما مدان تولید شده توسط اینها رو تولید میکنن. حالا پس چیزی که ما ثابت کردیم اینه که سیگما میدان تولید شده توسط ای به توان منفی، بذاریم اینجا کپی پیست کنیم، اینها توسط متغیرهای تصادفی به شکل این چیه؟ FT صفر را تولید میکند. حالا چی باقی میمونه؟ اینکه حالا واقعا یه چیزی تو FT صفر در نظر بگیریم و حکم براش ثابت بکنیم. خب حالا یه وای توی FT صفر در نظر بگیریم که یه شرطی باید میداشت دیگه، امید وای دو متناهی باشه. یعنی به زبان نظری اندازه‌ای بخوایم بگیم وای توی L2 FT صفر باشه، فضای L2 سیگما میدان FT صفر. حالا چون این متغیرهای تصادفی اینو تولید میکنن، باز البته با یک لم ساده که فکر میکنم قبلا هم توی درس ازش استفاده کردیم، که از این ما میتونیم نتیجه بگیریم که ترکیبات خطی اینها در L2 FT0 چگالند. حالا ترکیبات خطی اینا، چون حکم قضیه رو ما برای هر کدوم از اینا داریم، یعنی حکم اینه که یه همچین نمایش انتگرالی برای وای وجود داره. اگه شما برای دو تا وای و وای پریم یه همچین نمایشی داشته باشین، برای وای به علاوه وای پریم هم دارید دیگه. پس برای همه ترکیبات خطی اینها هم این نمایش رو داریم. حالا هر وای توی این در نظر بگیریم، با دنباله‌ای از ترکیبات خطی اینا میشه بهشون میل کرد. بنابراین پس وای ان هایی وجود دارن که حکم برای آنها برقرار است و وای ان ها در L2 به وای میل میکنن. حالا اینجا یه ایده خیلی جالب به کار میبریم. بنابراین پس چون برای هر وای ان حکم برقرار، پس برای هر وای ان یه اچ انی وجود داره که این رابطه رو ما داشته باشیم. وای آی باشه امید وای ان به علاوه انتگرال اچ ان اس دی دبلیو اس از صفر تا تی صفر. برای هر وای انی ما این اچ ان رو داریم. حالا میخوایم بگیم که و وای ان هم تو الو به وای میل میکنن، میخوایم بگیم برای اون وای حدی هم یه اچی وجود داره با اون خاصیت. از ایزومتری ایتو استفاده میکنیم. میگه که چی؟ اولا چون وای انا تو L2 دارن به وای میل میکنن، پس امید وای انا به امید وای میل میکنه و در نتیجه امید وای انا رو کم کنیم، وای ان منهای امید وای ان تو L2 میل میکنه به وای منهای امید وای. حالا چون وای ان منهای امید وای ان ها مساوی با چی میشن؟ وای ان منهای امید وای ان مساوی با اینه دیگه، و این داره میل میکنه به وای منهای امید وای. پس اینا کشیان. وقتی دنبال کشی داریم یعنی چی؟ یعنی امید تفاضل جمله انوم و اموم رو بگیریم، این به صفر میل میکنه. انوم میبینه عدم میکنه. نکتهش اینه که حالا اینجا ایزومتری ایتو میزنه، میگه امید انتگرال توان دو دی اس، عذر میخوام، در واقع این سمت راسته که ما میدونیم به صفر میل میکنه، و ایزومتری ایتو میزنه اینو مینویسه امید انتگرال این تفاضل به توان دو دی اس. پس مشابه خود فرایند ساخت انتگرال ایتو، ما یه دنباله کشی داریم از اچ ان ها. منتها تو چه فضایی؟ تو فضای حاصل ضرب اومگا و صفر و تی صفر، یعنی با این نرم، نرم امید انتگرال توان دو، و این فضا کامله. پس این اچ ان ها یک زیر دنبال، در واقع یک حد دارن و یه اچ میل میکنن. بنابراین یه اچ اسی وجود داره که با این نرم اچ ان ها دارن به اون میل میکنن، یعنی این به صفر میل میکنه. حالا بیاید این HS رو انتگرال صفر تا تی صفرش رو در نظر بگیریم و فاصله اینا رو با اون در نظر بگیریم. خب میشه همچیزی، و این به خاطر اینکه HS حد HNA هست داره به صفر میل میکنه.
از طرفی این موجود تو الدو به وایمن های امید وای میل میکرد، از وایمن های امید وای باید مساوی باشه با این، و این هم چیزی که میخواستیم ثابت کنیم. پس بخوایم یه دید کلی پیدا بکنیم، گام سوم و چهارمی که ما بیان کردیم به طور خلاصه اینجوری پیش رفت که ما این مثلا فضای همه توابع همه متغیرهای تصادفی L2 که نسبت به FT0 اندازه پذیرم، ما اومدیم برای یه مجموعه چگالی تو این فضا حکم رو ثابت کردیم. اون مجموعه چگال چیا بودن؟ چیزایی بودن که این شکلی بودن، این شکلی بودن. همچین چیزایی در واقع برای همچین چیزایی ثابت کردیم، و چون اینا چگالن اون وقت هر وای دیگه که تو این فضا گرفتیم وای دنباله ای از این وای انای با این خاصیت بهش میل کردیم، و این یه حکم کلی داریم که هر موقع وای ان ها به وای میل کنن و وای ان ها یه نمایش انتگرالی داشته باشن، اون نمایش انتگرالی ها هم خودش میل میکنه به همون چیزی که باید، یعنی میل میکنه به یه چیزی، این HN ها HNS ها به یه HS میل میکنه که این وایه همون نمایش انتگرالی رو داره، و این جمعندی اثبات بود. اثبات وجودیه، اثبات قشنگیه، ولی خب نقطه ضعفش اینه که وجودیه، یعنی ساختنی نیست. یعنی ما الان یه وای خاص اگه در نظر بگیریم به ما یک فرایند مشخصی، فرایند HS مشخصی نمیده. حالا دیگه میتونیم قضیه نمایش مارتینگلی رو ثابت بکنیم. نمایش مارتینگلی در واقع میگه که هر مارتینگل امتی رو، حالا میتونیم شما به این شکل بنویسید، نکتهش اینه که این رابطه قراره برای هر تی برقرار باشه دیگه. و فرض ها این است که MT از راست پیوسته باشه، اسکوئر اینتگریبل باشه و نسبت به FT مارتینگل باشه، M0 هم صفر باشه. اون وقت یه H وجود داره پردیکتبل و با این خاصیت که این رابطه رو ما داریم. ببینید نکته اول اینه که اولش ممکن به نظر برسه خب این که ثابت کردیم، چون ما ثابت کردیم برای هر متغیر تصادفی همچین نمایشی داریم. خب MT هم یه متغیر تصادفیه، امیدش هم که صفره چون M0 صفره، بنابراین اون جمله امید M0 امید MT هم دیگه نداریم. ولی خب مشکل اینه که برای هر T شما اگه یه HS به دست بیارین، وقتی این HS وابسته به T میشه، در حالی که ما میخوایم یه H برای همه T ها به دست بیاریم. یعنی نکته این کورولاری اینه که یه اچی وجود داره که برای همه تی ها ما این نمایش انتگرالی رو داریم. مثلا اینکه این اچ هایی که برای تی های مختلف به دست میاد با هم سازگارن خیلی ساده است اثباتش. در واقع اینجوری میگه، میگه که یه تی صفر رو فیکس کنید چون مارتینگل ام، پس اینو داریم که ام صفر هم صفره، امید ام تی صفر پس صفر میشه. پس طبق قضیه بالا، قضیه که الان اثبات کردیم، یه اچی وجود داره برای هر تی صفر که اینطوریه و ام تی صفر مساوی اینه. حالا چیکار کنید؟ بیاید شرطی کنید به یه تی کوچیکتر از تی صفر، دو طرف رو شرطی کنید به تی کوچیکتر از تی صفر، چون ام مارتینگله این به شرط اف تی میشه ام تی، و سمت راست هم مارتینگله به شرط اف تی میشه مقدارش در در تی، یعنی میشه انتگرال صفر تا تیه. البته این باید تی صفر باشه، این اشتباه تایپی، و برای این رابطه به دست میاد. یعنی همین که ما حکم برای تی صفر به کار ببریم قضیه قبلی رو، خود به خود برای همه تی های کوچیکتر هم در واقع حکم نتیجه میشه دیگه. اینجا هم که کلا برای تی های کوچیکتر مساوی تی صفر میخواستیم به دست بیاریم. اینا از این نکته. و یه کاربرد زیبا هم اینجا از قضیه نمایش مارتینگلی ببینیم با هم. قضیه میگه که هر مارتینگلی که نسبت به سیگما میدان حرکت براونی مارتینگل باشه، هرچنین مارتینگلی حتما یه ورژن پیوسته داره. خیلی قضیه جالبیه، چون به هر حال مارتینگل های ناپیوسته زیادن، مارتینگل هایی که هم ناپیوستن هم ورژن ناپیوست نورژن پیوسته هم ندارن. مثلا شما میتونید خیلی راحت یه مارتینگلی بسازید که
مثال از مارتینگلی که ناپیوسته است و ورژن پیوسته هم نداره. مثلا فرض کنید مارتینگلتون اینجوری باشه: تا زمان تی کوچکتر از مساوی یک مثلا صفر باشه، کمتر اکید مثلا بگیریم که از راست پیوسته بشه، برای تی بزرگتر مساوی یک باشه ایکس، که ایکس یک متغیر تساوی برنولیه. برای برنولی که میگیم یعنی با مقادیر مثبت منفی یک، یعنی به احتمال یه دوم یکه، به احتمال یه دوم منفی یکه. اون وقت این فراینده چه شکلی میشه؟ تا زمان یک صفره، در زمان یک یه دفعه یا میپره میشه یک، یا میپره میشه منفی یک، یکی از این دو حالت میشه و از روی بعدم ثابته. خب این راحت میشه، یه مارتینگل هست چون این به احتمال یه دوم یک و منفی یک، و ورژن پیوسته هم نداره چون راحت میتونید رو ثابت بکنید. ورژن وقتی در واقع ورژن پیوسته داره که شما میتونید به نوعی با تغییر توی مجموع اندازه صفر مشکل ناپیوستگی رو حل بکنید، ولی خب این کار نمیشه اینجا کرد. بنابراین خیلی مارتینگل های ناپیوسته وجود دارن که ورژن پیوسته هم اصولا ندارن. ولی اتفاق جالبی که اینجا میفته اینه که تو سیگما میدان حرکت براونی همچین چیزی ممکن نیست. یعنی یه ویژگی از سیگما میدان حرکت براونی، از فیلتریشن حرکت براونیه که توش شما همچین مارتینگلایی که جامپ های در واقع ناپیوسته داشته باشن نمیتونید پیدا بکنید. اثبات هم خیلی ساده است. اثبات اینجوریه که خب ما طبق قضیه نمایش مارتینگلی دیدیم که هر مارتینگلی نسبت به فیلتریشن حرکت براونی نمایش انتگرالی داره بشه به حسب حرکت براونی، یعنی میشه انتگرال یه HSE DWS. از طرفی قبلا دیدیم که انتگرال های تصادفی ورژن پیوسته دارن، بنابراین هر مارتینگل نسبت به سیگما میدان حرکت براونی ورژن پیوسته داره. نتیجه جالبیه که حتی میشه روی این یکم کار کرد، از این نتیجه نتایج دیگری هم به دست آورد. مثلا اگر نتایج جالبی که میشه از این به دست آورد، قضیه صفری که بلومنتال هست که قبلا بهش اشاره کردیم با یه اثبات دیگه ای. و ایده صفری که بلومنتال اینه که در خلاصه F0 پلاس مساوی F0، یعنی سیگما میدان حرکت براونی از راست پیوسته میشه. یعنی اگر شما فقط پیش آمده اندازه صفر رو به سیگما میدان حرکت براونی اضافه بکنید، خود به خود از راست پیوسته میشه. یا به زبان دیگه هیچ پیش آمده تو F0 پلاس نیست که تو F0 نباشه، مگر پیش آمده با احتمال صفر و مکملاشون، یعنی پیش آمده با احتمال یک. به همین دلیل بهش میگن قانون صفر یک. خلاصه حالا اگر علاقه مندی تو کتاب قضیه رو آورده با اثبات دیگه ای، ولی به عنوان تمرین میتونید فکر کنید که چطور میشه از این پیوسته بودن مارتینگل های نسبت فیلتریشن اف تی نتیجه گرفت قضیه صفر یک بلومنتال. اینجا هم دو تا نکته جالب گفته. یکیش اینه که خیلی مهمه که این MT نسبت به فیلتریشن خود حرکت براونی اندازه پذیر باشه. اگر نسبت به فیلتریشنی بزرگتر از حرکت براونی اندازه پذیر باشه، لزوما این قضیه برقرار نیست. مثال هم زده، گفته بیاین دو تا حرکت براونی بگیریم X و Y مستقل از هم، بعدش بیایم در واقع نسبت به بیاین وای یک رو، یعنی مقدار حرکت براونی دومیه رو در زمان یک نگاه بکنید، میخواد ثابت کنه نمیشه اینو بر حسب حرکت براونی اول نوشت. در حالی که به هر حال وای یک نسبت به فیلتریشن طوری شده توسط هر دوشون بالاخره اندازه پذیر هست، ولی نسبت به اولی به تنهایی اندازه پذیر نیست. اثباتش هم خیلی ساده است که خودتون مطالعه کنید. یه نکته دیگه هم که اشاره کرده اینه که قضیه نمایش مارتینگلی ورژن چند بودیش هم برقراره با اثباتی کاملا مشابه، یه ذره در واقع محاسباتش طولانی تره فقط، و به این شکله که اگر یک حرکت براونی دی بعدی داشته باشیم،
و یه متغیر تصادفی وای که نسبت به فیلتریشن اون حرکت برانه دی بودی اندازه پذیر باشه. در این صورت وای رو میتونیم به این شکل بنویسیم: امید وای به علاوه سیگمای انتگرال نسبت به اون دیتا حرکت برانی. این ورژن هم ورژن مفیدی هست. خب قضیه نمایش مارتینگلی تموم شد و حالا میتونیم بریم سراغ قضیه گیرسانوف. دو بخش از این فصل رو ما از روش میپریم، ولی کن توصیه میکنم مطالعه کنین چون بخش کوتاه و در این حال کاربردی هستن. یکیش بخش 12.5 نامساوی معروفی هست، نامساوی برکولدر دیویس گاندی یا بعضی جا به اختصار می‌نویسن بی دی جی، که چیزی شبیه نامساوی دوب هست برای پی مساوی دو، ولی به نوعی برای پی های بزرگتر. یعنی رابطه برقرار میکنه بین امید سوپریموم یه مارتینگل و کوادراتیک وریشنش مطابق توان پی دوم. اثبات یه کاربرد ساده فرمول ایتوه و نتیجه قویه، اما در واقع در بین نامساوی های مارتینگلا جز نامساوی های معروف هست. این فصل رو خودتون میتونید مطالعه کنید و همچنین فصل 12.6 هم به طور خیلی مختصر راجع به انتگرال استراتونوویچ صحبت کرده که یک ورژن دیگه ای از انتگرال تصادفی هن که کاملا از روی انتگرال ایتو قابل تعریف هن و یه ویژگی جالبی که دارن این هست که فرمول تغییر متغیرشون شبیه فرمول تغییر متغیر کلاسیکه. اون جمله مربوط به مشتق دوم به نوعی حذف شده، منتها حذف نشده بلکه رفته در این تعریف انتگرال استراتونوویچ. این هم اگر علاقه هم بودید بخونید. البته خیلی مختصر توضیح داده راجع به انتگرال استراتونوویچ، خیلی بیشتر میشه صحبت کرد. و اما موضوع بعدی در واقع قضیه گیرسانوف. خب یک انگیزه ای بدیم که قضیه گیرسانوف در واقع چه ابزاری در اختیار ما قرار خواهد داد و بعد یه مقدماتی رو در خصوص مفهوم تغییر اندازه یادآوری کنیم و بعد بریم سراغ صورت قضیه و اثباتش. ببینید شاید بشه قضیه گیرسانوف رو در واقع در کنار دو تا قضیه که تا اینجای درس دیدیم، یکی در واقع تغییر زمان قضیه تایم چنج و یکی هم نمایش مارتینگلی که تو همین جلسه ثابت کردیم قرار داد. چرا؟ از چه جهت قضیه گیرسانوف شبیه اینها هست؟ ببینید قضیه تغییر زمان به نوعی به ما میگفت که با تغییر زمان دادن حرکت براونی به چه جور فرآیندهایی میتونیم برسیم. یعنی اگر ما یک حرکت براونی WT میداشتیم، میومدیم از روی این تغییر زمانی میدادیم، تغییر زمان تصادفی میدادیم W تاو T، و این قضیه به ما میگفت که این مساوی هر مارتینگل پیوسته ای میتونه باشه. یعنی ما هر مارتینگل پیوسته ای رو به این صورت میتونیم با تغییر زمان از یک حرکت براونی استانداردی به دست بیاریم. خب قضیه نمایش مارتینگلی چه شباهتی به این داشت؟ قضیه نمایش مارتینگلی میگفت شما از حرکت براونی شروع بکنید، به جای تغییر زمان بیاید انتگرال بگیرید نسبت به حرکت براونی از یه چیزی، و قضیه به ما میگفت که با انتگرال گرفتن نسبت به حرکت براونی میتونیم به هر مارتینگلی برسیم. اینجا هر مارتینگلی که میگیم میشد مارتینگل های اندازه پذیر نسبت به فیلتریشن خود حرکت براونی. پس اون عملیاتی که انجام میدادیم توی اینجا تغییر زمان بود یا تغییر پارامتر، در واقع اینجا انتگرال گرفتن بود. از گیرسانوف رو هم میشه به این صورت بهش نگاه کرد که ما یک حرکت براونی استاندارد داریم، میخوایم با تغییر اندازه احتمالی که روی اون فضای احتمالمون داریم اینو به یک فرایند دیگه تبدیل بکنیم. حالا مثلا اسمش رو بذاریم W tilde T، که دیگه خب این ممکنه در واقع لزومن در واقع سوال اینه که این چه چیزایی میتونه باشه. یعنی ما اگر بیام یا شاید آره اینجا رو بهتر اینجوری بگم دبل تیلدا رو فعلا نریم تو کار، یعنی ما خود فرآیند رو نمیخوایم تغییر بدیم بلکه میخوایم اون اندازه احتمالمون رو از
پی به یک اندازه احتمال کیو دیگه ای تغییر بدیم که همون فرایند دبلیو تی حالا تحت این اندازه احتمال جدید که کیو باشه دیگه یک حرکت براونی نیست، یه جور فرایند دیگه ایه. و سوال اینه که چه جور فرایندهایی این میتونه باشه. بنابراین پس اینجا فراینده تغییر نمیکنه، بلکه اندازه احتمالی که رو فضا داریم تغییر میکنه. خب طبیعتا دیگه دبلیو تی نسبت به اندازه جدید ممکنه حرکت براونی نباشه. سوال اینه که چه جور چیزهایی میتونه باشه. خب این انگیزه اولیه و مفهوم اولیه از قضیه گیرسانوف. حالا یکم کلا راجع به تغییر اندازه هم یادآوری بکنیم. وقتی میگیم تغییر اندازه، کلا چه جور تغییر اندازه هایی ما مورد نظرمون هست؟ ببینید، ما یه فضای احتمالی داریم، اومگا، یک سیگما میدان اف، یک اندازه احتمال پی و یک فیلتریشن اف تی. این به ما داده شده. وقتی میگیم یک تغییر اندازه، یعنی به جای این پی یک اندازه احتمال کیو جدیدی ما بذاریم روی همون فضا احتمال، فقط یه اندازه احتمال جدید. منتها ما هر تغییر اندازه ای رو اینجا نمیخوایم داشته باشیم. تغییر اندازه هایی مد نظرمون هست که نسبت به پی داره یک تابع چگالی هستن. خب یادآوری کنیم از نظریه اندازه، تابع چگالی دوتا اندازه نسبت به هم چی بود؟ مثلا وقتی میگفتیم که دی کیو به دی پی مساوی یه زدیه، این معناش این بود، یعنی این که اندازه کیو از روی اندازه پی به این صورت به دست میاد، کیو هر پیش آمد آی مساوی میشه با انتگرال، یا تو نظریه اندازه به شکل انتگرالی می نوشتیم، انتگرال زد دی پی روی آ. حالا توی احتمال معمولا به شکل امیدی می نویسیم، یعنی امید زد روی آ. و حالا اینجا برای اینکه ما داریم دو تا اندازه رو همزمان در نظر میگیریم، برای اینکه ابهامی پیش نیاد که این امید نسبت به کدوم اندازه است، ما اندیس پی رو اینجا میذاریم، یعنی امید نسبت به همون اندازه پی. یعنی شما برای اینکه احتمال یه پیش آمد رو نسبت به اندازه جدید حساب بکنید، کافی از اون تابع چگالی که همین زده باشه امید بگیرید روی اون مجموعه آ، یا به عبارت دیگه انتگرال بگیرید نسبت به پی روی مجموعه آ. دقت بکنید که توی این دیدگاه اینجا دیگه تابع چگالیه یه متغیر تصادفیه تو دیدگاه احتمالاتی، بنابراین زد خودش یک متغیر تصادفیه. بنابراین وقتی میگیم تابع چگالی، هر متغیر تصادفی میتونه در واقع باشه اون تابع چگالی. و یه در واقع مشاهده ساده ای که میشد اینجا کردیم بود که معادلا به جای اینکه ما کیو آ رو تعریف بکنیم، میتونیم امید نسبت به کیو رو تعریف بکنیم. یعنی بگیم امید نسبت به کیو از هر متغیر تصادفی x، این مساوی میشه با امید نسبت به p از xz. این هم رابطه دیگه ایه که تعریف کننده این زده، یعنی تابع چگالی رو میشه اینطوری تعریف کرد، یه متغیر تصادفی زدیه که برای هر متغیر تصادفی x، امید x نسبت به q میشه امید xz نسبت به p. و خب باز از نظریه اندازه یادآوری کنیم که شرط لازم و کافی برای اینکه یه اندازه q نسبت به یک اندازه p دارای تابع چگالی باشه چیه؟ که به این میگفتیم قضیه رادون نیکودیم. قضیه رادون نیکودیم به ما این شرط لازم و کافی رو میداد. شرط لازم و کافی برای وجود دی کیو و دی پی این است که کیو نسبت به پی مطلقاً پیوسته باشد. که در مورد اندازه ها وقتی می گفتیم مطلقاً پیوسته، معناش این بود که
نمادش هم این بود، نمادش هم بنویسیم، نمادش هم نمادی که به کار می بردیم این بود که کیو نسبت به پی مطلقا پیوسته باشد، که معنیش این بود که هر موقع پی یک پیش آمدی صفر باشه آنگاه کیو اون هم صفر باشه. لازم بودن این شرط خیلی واضحه، چون اگر برگردیم به تعریف کیو بر اساس زد، اگر آ اندازش صفر باشه، انتگرال هر تابعی روی یه مجموعه اندازه صفر خب اندازه صفره، بنابراین اینو داریم. ولی برعکسش که قسمت اصلی قضیه را دیر میکنیم هست، خب خیلی واضح نیست ولی توی کتاب های نظری اندازه ثابت شده. البته ما مستقیما از قضیه را دیر میکنیم استفاده نخواهیم کرد، نیازی بهش نداریم، فقط دید خوبی به ما میده که این که ما فرض میکنیم کیو نسبت به پی داره تابع چگالیه چقدر محدود کننده است. این شرط نسبتا ساده ای میده که بعضی جا میشه راحت چکش کرد که آیا اون کیو نسبت به پی در واقع تابع چگالی داره یا نه. اما به هر حال برگردیم به قضیه گیرسانوف، ما پس دنبال تغییر اندازه هایی هستیم که دارای تابع چگالی هستن نسبت به پی. و سوالی که هست اینه که با چنین تغییر اندازه هایی ما از فرایند حرکت براونی به چه فرایند هایی میتونیم برسیم، یعنی چی؟ یعنی اینکه فرض کنیم الان WT یک حرکت براونی باشه نسبت به حالا همون اندازه احتمال پی و البته خب فیلتریشن اف تی اون هم مورد نظر هست. خب حالا سوال اینه که در واقع اگر کیو یک اندازه مطلقاً پیوسته نسبت به پی باشد آنگاه WT تحت کیو چه نوع فرایندهایی میتواند باشد. سوال البته کمی مبهمه و کلیه، خیلی سوال خوش تعریفی نیست، ولی مثلا آیا هر مارتینگلی رو میتونیم به این طریق از روی حرکت براونی بسازیم، یعنی هر مارتینگلی داشته باشیم آیا با یه تغییر اندازه ای از یک حرکت براونی میتونیم به اون برسیم، یعنی اینکه WT تحت کیو توزیعش مثل یک مارتینگل داده شده باشه، مثل یک مارتینگلی باشه، توزیع یک مارتینگلی باشه که داده شده، یا نه هر مارتینگلی رو نمیشه. حالا در واقع گیرسانوف تقریبا جواب قانع کننده به این سوال قضیه گیرسانوف میده و رده بزرگی از فرآیندها رو ما میده که ما میتونیم با اندازه های مطلقا پیوسته به اونها برسیم. فقط الان من میخوام بگم که به چه چیزهایی نمیتونیم برسیم، یعنی مثالی بزنم از این که به چه چیزهایی نمیتونیم برسیم که این در واقع یک دیدی به ما بده که قضیه گیرسانو به هر حال قضیه مفیدیه. این که ما میتونیم به چیزهایی برسیم در این که نمیتونیم واقعا هم به فرآیندهایی برسیم، بنابراین قضیه قوی میتونه باشه. حالا یه مثال میخوام بزنیم. مثلا WT تحت اون تغییر اندازه نمیتونه یک حرکت براونی باشه که در واقع بذارین رو در قالب مثال نگیم، در قالب نکته بگیم. اینجوری بگم که میخوام بگم یک موانع جدی وجود داره که به ما اجازه نمیده با تغییر اندازه به هر فرآیند دلخواهی برسیم. یکی از اونها مثلا ویژگی کوادراتیک وریشن حرکت براونی هست.
کوادراتیک وریشن حرکت برانی میگه چی؟ میگه که شما اگر تغییرات درجه دوم دبلی رو حساب کنید، ما جلسات قبل ثابت کردیم که تغییرات درجه دوم همون کوادراتیک وریشن میشه. تغییرات درجه دوم حرکت براونی به احتمال 1 برابر با تیه. خب یعنی چی تغییرات درجه دوم؟ ما این شکلی تعریف میکردیم دیگه، لیمیت سیگما دبلیو مثلا کاتی تقسیم بر 2 به توان n من کاتی در واقع کا به علاوه 1 تی تقسیم بر 2 به توان n من های دبلیو کاتی تقسیم بر 2 به توان n به توان 2 سیگما روی کا لیمیت این وقتی n به بی‌نهایت میل میکنه، این almost sure میشه 1. almost sure. خب و نکته مهم اینه که ویژگی های almost sure با تغییر اندازه های پیوسته حفظ میشن. این هم پس به معنی نکته مهم، ویژگی های almost sure با تغییر اندازه های پیوسته، یعنی همون مطلقا پیوسته، حفظ می شوند. یعنی چی؟ یعنی اگر یک ویژگی به صورت پی آلموست شور برقرار باشد، به صورت کیو آلموست شور هم برقرار است. پی آلموست شور یعنی چی؟ یعنی اینکه پی اون ویژگی 1 باشه. اگر پی یه ویژگی 1 باشه، خب یعنی پی مکملش صفره، بعد به خاطر مطلقا پیوستگی کیو مکملش صفره و در نتیجه کیو خود اون آ هم باید 1 باشه. پس ویژگی های پی آلموست شور رو نمیشه با تغییر اندازه تغییر داد. بنابراین مثلا اینکه تغییرات درجه دوم فرایند، ببخشید اینجا من نوشتم 1 اشتباه، این تیه. این که تغییرات درجه دوم فرایند تیه یه ویژگی غیر قابل تغییره با تغییر اندازه. یعنی هر چقدر شما اندازه پی رو تغییر بدید با اندازه مطلقا پیوسته، اندازه هایی به دست میارید که اونا هم تغییرات مرتبه دوم دبلیو تحت اونا تیه. پس همینجا میبینیم چقدر ما محدودیت داریم تو تغییر اندازه. پس مثلا به وضوح به هر مارتینگلی نمیتونیم برسیم با تغییر اندازه حرکت برانی، نه در به هر مارتینگلی، حتی به حرکت برانی غیر استاندارد هم نمیتونیم برسیم. مثلا حرکت برانی با مثلا واریانس سیگما 2. بنابراین مثلا با تغییر اندازه نتیجه، با تغییر اندازه نمیتوان در واقع ضریب یا واریانس حرکت برانی را تغییر داد. خب یا مثلا یه رده حالا یکم محدودتر از مارتینگلا، مثلا فراینده ایتو، یعنی فراینده ای که به شکل انتگرال مثلا یو اس دی اس به علاوه انتگرال دی اس به علاوه انتگرال مثلا وی اس یا سیگما میذاشتیم، سیگما اس دی دبلیو اس مثلا. اینجور فرآیندها چون تغییرات مربعیشون این سیگما اس 2 هست، یه فرآیند اینجوری اگه داشته باشیم ایکس تی، کوادراتیک وریشن این که میشه تغییرات درجه دومش، در واقع میشد انتگرال سیگما اس 2 دی اس از 0 تا تی. و این فقط وقتی با تغییر اندازه میتونیم از حرکت برانی به این برسیم که این مساوی تی باشه، یعنی این باید مساوی تی باشه، که معنیش اینه که این سیگما اس 2 خلاصه باید 1 باشه و در نتیجه
این قسمت، حالا سیگما هم میتونیم مثبت فرض کنیم، این قسمت میشه همون WT. یعنی اصولا ما مثلا تو بین فرایندهای ایتو فقط به اون چیزهایی میتونیم برسیم که به شکل WT به علاوه یه دونه انتگرال ریمان باشن. یا به عبارت دیگه اگه دی شون رو بگیریم، دی ایکس تی در واقع یه دونه دی دبلیو تی باشه، به علاوه حالا یه چیزی دی تی هم میتونه داشته باشه، یه یو تی دی تی هم میتونه داشته باشه. فقط به همچین فرآیندهایی میشه امید داشت که با تغییر اندازه ما بتونیم برسیم. و خب قضیه گیرسانوف میگه که بله، به همه اینها میشه واقعا با تغییر اندازه های مطلقا پیوسته رسید. خب فکر کنم مقدمات لازم رو گفتیم، حالا بتونیم بریم صورت قضیه رو بخونیم و اثبات کنیم. خب بریم کتاب اول چند تا لم ثابت کرده که ما اینا رو به طور طبیعی تو قضیه بهشون میرسیم. صورت قضیه گیرسانوف اینجا هست. خب نکته جالب قضیه این هست که اون تغییر اندازه مربوطه رو هم به ما میده، یعنی اون تابچگالی مربوطه رو هم به ما میده. اولا فرایندی که میخوایم با تغییر اندازه بهش برسیم یه همچین چیزی، حالا اینجا به جایی که از W شروع کنه با یه تغییر اندازه به یه فرایند دیگه ای برسه، میاد W رو تغییر میده به یه فرایند جدیدی و بعد یه تغییر اندازه اعمال میکنه که این فرایند جدید تبدیل به حرکت براونی بشه، به نوعی معکوس همون حرکت. میشه صورت قضیه رو به نحوی بیان کرد که اون شکلی باشه. پس میاد چیکار میکنه؟ همونطور که گفتیم ما آزادی عملمون در حد اضافه کردن یک انتگرال ریمانه، یعنی یک انتگرال دی تی. پس میاد یه فرآیند جدید تعریف میکنه، دبلیو تی منهای انتگرال صفر تا تی اچ آر دی آر، که اچ یه فرآیند تنها شرطی که اینجا گذاشته پردیکتبل و باندد هست، که حالا اینا هم برای اینه که این انتگرال تصادفی قابل تعریف باشن. میگه این فرایند رو میشه با یک تغییر اندازه تبدیل به حرکت براونی کرد، یعنی یک اندازه کیوی معرفه میکنه که این فرایند جدید تحت اون کیو حرکت براونیه. حالا اون کیو رو چجوری تعریف میکنه؟ کیو رو با استفاده از تابچگالی تعریف میکنه. این رابطه به زبان ساده همون تابچه داره، میگه تابچگالی کیو نسبت به پی هست MT. که MT چیه؟ MT یه همچین عبارتیه، یه ای به توان انتگرال تصادفی منهای انتگرال دی آر. البته این جور اکسپوننشیال ها توی آنالیز تصادفی خیلی مهمن، قبلا هم بهشون برخوردیم و میدونیم که مارتینگل هستن، الان دوباره اینو خواهیم دید. خب پس صورت قضیه گیرسانوف روشن شد. داره میگه که اگر شما ام تی رو به این صورت تعریف بکنید و بعد روی سیگما میدان اف تی، روی سیگما میدان FT بیاید تابچگالی Q نسبت به P رو به این صورت در نظر بگیریم، بگیرین MT، در اون صورت این فرایند نسبت به اندازه Q یک حرکت براونی خواهد بود. خب بنابراین حالا یکم میشد صورت قضیه رو بذاریم، ما یک صورتی مورد علاقه خودمون رو بنویسیم اینجا. بیام این رو یه اسمی براش بذاریم، قضیه 13-3 گیرسانو. بیام اسم رو بذاریم مثلا دبلیو تیلاتی، تعریف میکنیم WT منهای مثلا انتگرال صفر تا تی HR DR و Q رو هم یه دونه اندازه‌ای میگیریم که تابچگالیش نسبت به P برابر با MT باشه، که حالا MT هم همین چیزیه که اینجا داریم. آنگاه WT لا T نسبت به اندازه Q یک حرکت براونی استاندارد است.
خب یه نکته ای که شاید گیج کننده باشه اینه که این چرا این تابه چگالی به تی وابسته است، این نباید به تی وابسته باشه. نکتهش اینه که ببین اولا ام تی نسبت به اف تی اندازه پذیر هست و یعنی روی سیگما میدان اف تی تعریف شده. همیشه وقتی ما تابه چگالی تعریف میکنیم نسبت به سیگما یه سیگما میدان مرجع هم باید داشته باشیم دیگه، یعنی برای پیش آمدهای تو اون سیگما میدان داریم. بنابراین اینجا دقیق تر هست که بگیم روی اف تی این تابه چگالی برقراره، که معنیش چی میشه؟ معنیش این میشه که برای هر مثلا پیش آمد آی عضو اف تی قراره چه اتفاقی بیفته؟ قراره مثلا کیو آ مساوی بشه با تعریف تابه چگالی امید ام تی، امید نسبت به پیه ام تی روی آ. خب حالا اینجوری وقتی بنویسیم خیلی واضح میشه که این MTA خیلی به T ربطی نداره. این در واقع حالا اگر مثلا S کمتر از T باشه و A عضو FS باشه، شما از یه طرف Q رو با زمان T میتونید تعریف بکنید که خب میشه EP MT روی A، از یه طرف با زمان S میتونید تعریفش بکنید، یعنی میتونید بگید ای پی ام اس روی آ، چون آ تو اف اس هم هست دیگه. و نکتهش اینه که این دوتا با هم مساوی هن. چرا؟ چون ام تی یک مارتینگله. بنابراین پس اینم به عنوان یک نکته بگیم. نکته MT نسبت به P مارتینگل، که در نتیجه این تعریف مارتینگل اینو به ما میده دیگه. حالا چرا MT نسبت به P مارتینگله؟ اینو قبلا دیدیم با یک فرمول ایتوی ساده میتونیم به این برسیم. بیایم D بگیریم از MT، DMT این تابع FX مساوی E به توان X رو انگار داریم براش فرمول ایتو میزنیم و فرایند XT مون هم اینه. بنابراین اینو اسمش رو بذاریم XT و بیایم فرمول ایتو بزنیم برای FX مساوی E به توان X. خب DMT مساوی میشه با F پریم XT DXT به علاوه یک دوم اف زگوند ایکس تی دی ایکس تی به توان دو، که وقتی انجام بدیم دی ایکس تی خودش چیه؟ دی ایکس تی میشه در واقع این خود دی ایکس تیه، میشه اچ تی دی دبلیو تی منهای یک دوم اچ تی دو دی تی. بعد اف پریم ایکس تی هم که میشه همون ای به توان ایکس تی دوباره میشه ام تی، اینجا هم به علاوه یک دوم اف زگوند هم باز میشه ام تی، دی ایکس تی به توان دو هم چون اینجا اچ تی دی دبلیو تی به توان دو میرسه میشه اچ تی دو دی تی دوباره. و خب این با این ساده میشه، چیزی که باقی میمونه اچ تی ام تی دی دبلیو تی هست. بنابراین MT ما برای حالا به فرم انتگرالی بنویسیمش میشه M0 که M0 یکه چون E به توان یه چیزیه که 0 میشه، و علاوه انتگرال 0 تا T HS MS DWS. چیزی که مهمه اینه که سمت راست فقط DWS داره، DS نداره. وقتی به همچین وضعی میرسیدیم این مارتینگل میشد دیگه، چون انتگرال نسبت به یک مارتینگل همیشه مارتینگل. پس MT مارتینگله واقعا، و در نتیجه این نکته‌ای که اینجا گفتیم تکمیل میشه که اون تیه اگرچه در ظاهر توی تعریف تابه چگالی هست ولی تیهای مختلف با هم سازگارن. تنها تفاوتشون اینه که روی سیگما میدانهای مختلفی هستن، که هرچی تی رو بزرگتر کنیم خب سیگما میدانه بزرگتر میشه، ولی با افزایش تی پیشامدهای قبلی تعریف کیو برای اونها تغییری نمیکنه. بنابراین با این میشه کیو رو همه افتی ها تعریف کرد. خب
حالا این مارتینگل بودنه الان تو اثباتم البته به دردمون میخوره. خب فکر کنم دیگه بتونیم بریم سراغ اثبات. ببینید نکته ایده اصلی چیه؟ ایده اصلی اثبات قضیه گیرسانو چیه؟ کمی حکم خب عجیبه، شاید جدید باشه برامون، همچین حکمایی زیاد تا حالا تو درس نداشتیم، ولی اخیرا مشابهین رو دیدیم. کلا وقتی ما بخوایم بگیم یک فرایندی حرکت براونیه چه ابزارهایی داریم؟ یا باید بریم از تعریف حرکت براونی استفاده کنیم، بگیم نموهاش مستقله، توزیعش نرماله، اینها مثلا در نتیجه حرکت براونی، که خب اون کمی دور از دسترس به نظر میاد. ما بخوایم در واقع بگیم توزیع این فرایند W تیلدا تحت Q نرماله، اینکه برسیم به اون نرمال کمی دور از دسترس به نظر میاد. اما ما یه ابزار قوی داریم که شاید هم حد زده باشین، قضیه لوی، که یه شرایط لازم و کافی کلی در اختیار ما قرار میده برای اینکه ثابت کنیم یه چیزی حرکت براونیه. و ایده همینه که از حرکت براون، از قضیه لوی استفاده بکنیم. نکته ای که هست اینه که چون W تیلدا T قضیه لوی سه تا شرط داشت دیگه، میگفت که اون فرایند پیوسته باشه، مارتینگل باشه و کوادراتیک وریشنش هم T باشه، درسته؟ بنابراین باید همچین چیز کافیه این سه تا شرط رو برای W تیلدا نسبت به Q چک بکنیم. پس از قضیه لوی استفاده میکنیم. باید چیا رو چک بکنیم؟ اولا W تیلدا T، یعنی باید ثابت کنیم W تیلدا T پیوسته است، که خب این هست. چرا؟ چون W T پیوسته است، منهای انتگرال ریمان شده که اونم پیوسته است. پیوسته بودن اصلا ربطی به اون اندازه احتمال زمینه نداره، نسبت به پی یا کیو فرق نمیکنه. در واقع یک ویژگی آلموست شوره دیگه، چون حرکت براونی آلموست شور پیوسته است و ویژگی آلموست شور هم دیدیم که با تغییر اندازه پیوسته تغییر نمیکنن، پس تحت کیو هم آلموست شور پیوسته هست. نکته دوم اینه که W تیلدا T مارتینگله و که اینو باید ثابت بکنیم. و نکته سوم این که کوادراتیک وریشنش مساویه تیه، که خب اینو ما به زبان دیگه می نویسیم، از تعریف کوادراتیک وریشن استفاده می کنیم. این هم به شکل یه ویژگی مارتینگلی می نویسیم، یعنی W T 2 منهای T این هم مارتینگل است. اگه بگیم این مارتینگل، این دقیقا معنیش اینه که کوادراتیک وریشن W تیلدا همون تیه دیگه، تا با تعریف اصلی کوادراتیک وریشن برای مارتینگل. این دوتا رو ما باید ثابت کنیم، که اتفاقا اثبات هر دوام خیلی شبیه همه. اولی رو ثابت کنیم، دومی مشابه اون خواهد بود. و اینجا قدرت قضیه لوی رو میبینه آدم دیگه، که چطور اصلا ما کلن اون نرمال بودن رو در تعریف حرکت براونی در واقع به نوعی دور میزنیم، چون برای چک کردن اینکه یه چیزی مارتینگل ابزارهای بسیار زیادی داریم. منتها اینجا فقط توجه بکنید، اینجا من اینو اصلاح کنم، باید بگیم اینا تحت اون کیوه مارتینگل هستن دیگه. چون میخوایم اندازه‌مون اندازه کیو بگیریم. خب اثباتی که میگیم تقریبا همون مسیر اثبات کتاب، منتها بعضی قسمت‌ها رو به نظرم کتاب بی دلیل طولانی کرده، میتونست خیلی کوتاه‌تر بگه. ولی ایده کلی در واقع این هست که اولا قسمت به وجیم خیلی شبیه همه اثباتشون، از به شروع میکنیم، اثبات به رو میگیم، بعد قسمت جیم بسیار مشابه خواهد بود. ایده اینه که خب از تعریف مارتینگل بودن استفاده بکنیم،
یعنی چی؟ یعنی فرض بکنیم که در واقع اینو باید ثابت کنیم، باید ثابت کنیم اگر S کمتر از T باشه و مثلا یه پیش آمد B داشته باشیم توی فیلتریشن زمان S، آنگاه در واقع امید تحت کیو W تیلده T روی B مساوی هست با امید تحت کیو W تیلده T روی W تیلده S روی بی. خب این اگر ثابت کنیم طبق تعریف مارتینگل بودن، در واقع دبلیو تیلده تی مارتینگل میشه دیگه تحت کیو. خب حالا نکته اینجا این هست که اولا خب بیایم امیدها رو تبدیل به پی بکنیم که بتونیم از در واقع حرکت براونی بودن دبلیو و فرمول ایتو و ابزارهایی که داریم استفاده بکنیم. خب طبق تعریف تابه چگالی این مساوی میشه با ای پی دبلیو تیلده تی در ام تی روی بی، این هم مساوی میشه با ای پی دبلیو تیلده اس. حالا آها اینجا در واقع نکته اینه که اینجا من میتونم سمت راست رو در واقع باید W tilde S MT بنویسم، ولی میتونم W tilde S MS بکنمش. چرا؟ چون در واقع اینو من پس اینو بهش اضافه میکنم که این مساوی هست با ای پی دبلیو تیلدا اس ام اس روی بی. این از مارتینگل بودن ام نتیجه میشه. چرا؟ چون کافیه دو طرف رو منها بکنیم، این تساوی رو اگه بخوایم ثابت بکنیم، دبلیو تیلدا اس در ام تی منهای ام اس روی بی، بعد این امید و این هم مثلا حالا بنویسیم یک بی دیگه، و بیایم این امید رو شرطی بکنیم به ام اس. وقتی شرطی میکنیم به ام اس، این دوتا از امید شرطی میاد بیرون، امید این صفر میشه و در نتیجه کل این صفر میشه. پس ما کافیه این رو ثابت بکنیم، این رو بذاریم اس، این رو اگر ثابت بکنیم بالایی ثابت میشه. خب اینجا از فرمول ایتو میخواییم استفاده بکنیم. چجوری؟ در واقع بیایم برای این حاصل ضرب فرمول ایتو بنویسیم و مشاهده کنیم که مارتینگل. در واقع الان این رابطه الان یعنی چی؟ یعنی مارتینگل بودن دبلیو تیلده تی ام تی. پس کافی است ثابت کنیم دبلیو تیلده تی ام تی تحت پی مارتینگله. پس دقت کنید، می‌خواستم ثابت کنم دبلیو تیلده تی تحت کیو مارتینگله، این تبدیل شد به اینکه دبلیو تیلده تی ام تی تحت پی مارتینگله. خب بیایم حالا دیگه دی بگیریم ازش، دی دبلیو تیلده تی ام تی رو می‌خوایم حساب بکنیم. خب طبق فرمول ایتو دقت بکنیم، اینا هر دو نسبت به دبلیو تی تعریف شدن دیگه، این میشه دی دبلیو تی در خود ام تی به علاوه W tilde T در D M T. این هم اینوری بنویسیم بهتر، M T در D W tilde T به علاوه ضربشون که منظورمون همون کراس وریشنشون هست. خب یادآوری کنیم W tilde T چجوری تعریف می شود. W tilde T بود W T منهای یه انتگرال ریمان، انتگرال صفر تا T H R D R. پس D W tilde T هست D W T منهای H T D T. M T چی بود؟ M T هم فرمول ایتو زدیم، یه همچین دیفرانسیلی براش به دست اومد، D M T شد M T H T DWT. درسته.
این دوتا رو جایگذاری کنیم این تو و میبینیم که چی به دست میاد. در واقع دیه دیه WT WT تیلدا TMT مساوی میشه با MT ضرب در DWT تیلدا T رو داریم که میشه MT DWT منهای MT HT DT به علاوه اینو داریم که این هم خب میشه همین شکلی مینویسیمش W تیلدا T DMT به علاوه این چی میشه؟ این رو نگاه کنید یه دونه DWT اینجا داره یه دونه DWT اینجا که ضرب میشن میشه MT HT DT. این DT هم که ضرب بشه صفر میشه پس به علاوه MT HT DT. پس این دوتا به نحو جالبی با هم ساده میشن. چیزایی که باقی میمونه یه دونه DWT یه دونه DMT که چون هم WT و هم MT نسبت به P مارتینگلن انتگرال تصادفی نسبت به اونها هم مارتینگل میشه. یعنی دقیق تر بخواییم بگیم در واقع الان WT TMT مساوی میشه با WT صفر M صفر که خب صفره و علاوه انتگرال از صفر تا T این موجود MT دی MS DWS MR DWR به علاوه دوباره انتگرال از صفر تا T این یکی W tilde R DMR که هم این مارتینگله و هم این چون هر دو انتگرال های نسبت به یه مارتینگله پس این هم مارتینگل میشه و چیزی که میخواستیم ثابت شد. خب این شد در واقع قسمت B یعنی مارتینگل بودن خود W tilde T نسبت تحت Q. حالا مارتینگل بودن این موجود که برای کوادراتیک وریشن نیازش داریم W tilde T دو منهای T این هم خیلی شبیه همونه. یعنی ما بریم پس اثبات جی باید چی ثابت کنیم؟ باید ثابت کنیم که امید نسبت به کیو دبلیو تیلده تی دو منهای تی روی بی مساوی امید نسبت به کیو W tilde S دو منهای S روی B. باز دوباره کاملا مشابه حالت قبل این تبدیل به امیدهای نسبت به P میشن میشه W tilde T دو منهای T در MT روی B این هم میشه کافیه بگیم در واقع هست W tilde S دو منهای S MS روی B. یعنی کافیه ثابت کنیم این مارتینگله W tilde T دو منهای T در MT نسبت به P مارتینگله. خب دوباره دی میگیریم فرمول ایتو میزنیم ببینیم که به ما چی میده. خب دی این موجود رو باید بگیریم دبلیو تیلدا تی دو منهای تی در ام تی. خب دوباره فرمول ایتو حاصل ضرب دیم چه دیه این ضرب در این دیه و دیه این ضرب در این و دیه ضرب دیه شون. خب این قسمتی که دیه این ضرب در ام تی میشه میشه ام تی در دیه این موجود. دیه این موجود چیه؟ فرمول ایتو باید بزنیم برای خود این میشه دبلیو دو تا دبلیو تیل تی دیه دبلیو تیل تی علاوه دی دبلیو تیلدا تی به توان دو این از این قسمتش منهای دی تی تمام به علاوه دفعه بعد این ضرب در دی این میشه که اینو همین شکلی می نویسیم دبلیو تیلدا تی دو منهای تی در دی ام تی و جمله بعدی هم دیاشون ضرب میشه دی اینو که اینجا نوشتیم دوباره بنویسیمش دو تا W تیلدا T دی W تیلدا T
علاوه دی دبلیو تی دات تی به توان دو منهای دی تی ضرب در دی ام تی. خب دی ام تی و دی دبلیو تی لاتی رو نوشتیم قبلا، دی دبلیو تی لاتی میشد دی دبلیو تی منهای اچ تی دی تی، دی ام تی هم که گفتیم میشه ام تی اچ تی دی تی دی دبلیو تی. جایگذاری بکنیم مثلا دی دبلیو تی لاتی به توان دو اینش که حذف میشه چون دی تی ضرب بشه تو هرچی صفر میشه، دی دبلیو تی به توان دو هم میشه دی تی، بنابراین این با این ساده میشه، این هم همینطور با این ساده میشه. و دیگه توی این دی دبلیو تی لاتیه ما چی داریم؟ این دبلیو تی دی دبلیو تی لاتیه دو قسمت میشه، یه دونه میشه دی دبلیو تی منهای اچ تی دی تی، این هم همینطور این هم میشه دی دبلیو تی منهای اچ تی خیلی خوب، حالا اینجا دقت بکنید، آره این میشه منهای اچ تی دی تی، منتها نکته اینه که این اون وقت باید ضرب بشه تو دی ام تی، این قسمت دی تیش که صفر میشه حذف میشه، دی دبلیو تیش تو دی ام تی ضرب بشه، دی دبلیو تی در دی ام تی هست ام تی اچ تی دی تی. بنابراین از این جمله چی به دست میاد؟ یه دونه دو تا دبلیو تی لا تی ام تی اچ تی دی تی. اینجا چی داریم؟ یه MT HT دو تا WT لاتی و علامت منفی، بنابراین اینا هم با هم ساده میشن، یعنی این جمله و این جمله کلا با هم ساده میشن. چیزایی که میمونه این جملات، یه جمله با ضریب DWT داریم، یه جمله با ضریب DMT و باز مثل قبل هر دو اینا مارتینگلن، بنابراین رسوندیم همه چیز رو به DWT و DMT. مهم اینه که توش DT باقی نموند، همه DT ها ساده شد، پس این هم مارتینگل میشه. و قسمت واقع شرط جیم قضیه لوی هم برقرار میشه و میتونیم از قضیه لوی استفاده کنیم و در نتیجه WT DT تحت Q یک حرکت براونی میشه که حکم قضیه گیرسانوف هست. حالا که اثبات رو دیدیم یکم شاید عادی تر بشه برامون این مارتینگل عجیب غریبی که اینجا به عنوان تابه چگالی استفاده میشه. در واقع این MTA به نحوی ساخته شده که این سه تا خاصیت رو داشته باشه. یعنی دقت بکنید در طول کل اثبات ما از این سه تا خاصیت MTA استفاده کردیم، که MT خودش مارتینگل بود، از این بارا استفاده کردیم، وقتی دبلیو تیلداتی هم ضرب میکنیم توش مارتینگله، و وقتی دبلیو تیلدا تی دو منهای تی هم ضرب میکنیم توش مارتینگل. ام تی با اون نحوه تعریفش این خاصیت ها رو داره، همه اینا هم تحت پیه. اگر هر ام تی دیگه هم با این خاصیت رو پیدا کنیم این اثبات رو میشه به همین صورت پیاده کرد. خب پس این هم از اثبات قضیه گیرسانوف. گفتم کتاب بعضی جا اثبات رو به نظر من کمی بیدارید پیچیده کرده بود، ولی خیلی هم طولانی تر نیست، ولی علاوه این که این قسمت رو هیچ باز نکرده، گفته این حالت قسمت جیمش گفته کاملا شبیه، اصلا توضیح نداده. خب و یک کاربرد جالب از قضیه گیرسانوف اینجا مثال زده که نتیجه جالبی هست، درباره این هست که یک حرکت براونی با در واقع یک حرکت براونی در چه صورت با چه احتمالی یه خط مورب رو قطع میکنه. ببینید اگر یادتون باشه ما در اون فصول اولیه کتاب این مسئله رو بررسی کردیم که احتمال اینکه یه حرکت براونی تا یه زمانی به یک سطح خاصی برسه، مثلا این حرکت براونی ما بود یه لولی رو مشخص کرده بودیم، احتمال اینو می‌خواستیم که تا قبل از زمان تی مثلا به این سطح آ برسه، تا قبل از مثلا زمان تی صفر، یعنی احتمال این که مثلا سوپریموم دبلیو اس برای اس ای کوچکتر مساوی تی صفر این بزرگتر از آ باشه، بزرگتر مساوی آ باشه. اینو محاسبه کرده بودیم فکر می‌کنم اینجا هم ارجادس 19 و
این اسی که اینجا داشتیم، بله، و در واقع توزیع اون اولین زمان برخورد به یه لول بی رو هم، حالا اون لول رو بی گرفته بودیم قبلا، بذاریم در واقع توزیع اون زمان برخورد به بی رو هم پیدا کرده بودیم. یعنی اینجا اس هست، اولین زمان برخورد به اون بی، این زمان توقف اس، در واقع توزیع اون زمان توقف رو هم به دست آورده بودیم. این دقیقا مساوی میشه با احتمال اینکه اس کوچیک‌تر مساوی تی صفر باشه دیگه. بنابراین به نوعی اگر تابع توزیع اس رو به دست بیاریم، به این سوال جواب دادیم. و خب تابع چگالی اس رو اصلا ما به دست آوردیم، و ایده هم اونجا ایده اصل انعکاس بود اگه اشتباه نکنم، یا از خاصیت مارتینگلی استفاده کرده بودیم. از خاصیت مارتینگلی استفاده کرده بودیم، بله، با استفاده از خاصیت مارتینگلی و از همین مارتینگلای نمایی و قضیه توقف اختیاری استفاده کرده بودیم. خب حالا اینجا در واقع میخوایم اجازه بدیم این خط مورب باشه، یعنی میخوایم زمان برخورد مثلا حرکت براونی به یک خط به شکل آی به علاوه بی تی رو به دست بیاریم. بنابراین این دفعه این خط این شکلیه، مثلا آ به علاوه بی تیه، و خب این حرکت براونی رو ما داریم که البته خب ممکنه به این خط اصلا برخورد نکنه، ممکنه هم از برخورد بکنه. اگه برخورد نکنه اون زمانه بی نهایت میشه. میخوایم ببینیم که آیا میتونیم دوباره این احتمال رو حساب بکنیم. بنابراین میخوایم احتمال اینکه تا زمان تی صفر حرکت براونی به این خط برخورد بکنه رو به دست بیاریم. قضیه گیرسانوف خیلی مناسبه برای همچین مسئله ای، به دلیل اینکه در واقع شما این بی تی رو که یه جور دریفته، قسمت خطیه، به نوعی میتونید بیارین سمت چپ، دبلیو تی منهای بی تی رو در نظر بگیرین، انگار که دبلیو تی منهای بی تی قرار بخوره به آ. بعد حالا یه تغییر اندازه‌ای بدید که این دبلیو تی منهای بی تی بشه یه حرکت براونی دوباره خودش نسبت به اندازه جدید. اون وقت اونجا میشه با اون تابع چگالی که داریم اون محاسبات رو انجام داد و احتماله رو نسبت به همون اندازه اولیه حساب کرد. این ایده کلیه. حالا ببینیم چجوری پیادهش کرده. اولا خب دبلیو تی لاتی رو گرفته دبلیو تی به علاوه این بی تی. حالا میگم چرا باید منها می بود ولی به علاوه شده. یه جوری برعکس عمل کرده. یعنی به جای اینکه این احتمال رو برای دبلیو حساب کنه، برای دبلیو تی لاتی حساب کرده، تبدیلش کرده به دبلیو تی. اون فرق نداره. پس ما دبلیو تی لاتی رو به این شکل تعریف میکنیم. پس برگردیم به قضیه گیرسانوف. تو قضیه گیرسانوف ما این دریفتمون میتونست یه انتگرال ریمان باشه. اینجا یه تابع خطیه، بنابراین انگار اون اچ تی هست تابع ثابت بی، درسته؟ و پس بنابراین اگر تو قضیه گیرسانوف برگردیم به قضیه گیرسانوف، اگر تو قضیه گیرسانوف اچ آر رو برابر با بی ثابت بذاریم، این میشه دبلیو تی، بذاریم منفی بی، میشه دبلیو تی به علاوه بی تی، همون چیزی که میشه که ما میخوایم. اینجا چی میشه؟ این هم میشه انتگرال منفی بی در دی دبلیو آر که میشه منفی بی دبلیو تی منهای یک دوم بی دو تی. برای این انتگرال هم حذف میشه. قضیه گیرسانوف دقیقا اینو میده. MT یعنی اون تابع چگالیه تو قضیه گیرسانوف این هست. پس میجر Q رو نسبت به P اگر به این صورت تعریف بکنیم، طبق قضیه گیرسانوف W tilde T تحت Q برانیان موشنه. خب این رو ما داریم مسلمن. حالا میخوایم از این استفاده کنیم برای محاسبه این احتمال. ایده این قسمت جالب هست. میاد میگه که چیکار کنیم؟ این پیشامد هست رو بذاریم A، پیشامدی که میخوایم احتمالش رو حساب بکنیم. نه، این پیشامد در واقع نه، این پیش آمد نیست که میخوایم احتمالش رو کنیم. این احتمال اینه که حرکت براونی تا زمان تی صفر از آ بیشتر بشه. این همون چیزیه که ما احتمالش رو تحت پی داریم. بعد بیایم همون زمان برخورد دبلیو تی به آ رو هم بگیریم. اس یک زمان توقفه، بنابراین اون پیش آمد رو به این شکل میتونیم بنویسیم. پی این پیش آمد آ رو پس ما داریم، اما این پی پیش آمد آ به درد ما نمیخوره. چیزی که ما میخوایم اینه، احتمال اینکه تا قبل از زمان تی صفر حرکت براونی به آ به علاوه بی تی برخورد بکنه، که خب بی تی شو آورده این ور، همچیزی شده. حالا اینجا یک کلکی میزنه، میاد میگه که من به جای اینکه
پی این رو حساب بکنم، میام هم پی رو تبدیل به کیو میکنم، هم دبلیو رو تبدیل به دبلیو تیلدا میکنم، این عدد تغییر نخواهد کرد. چرا؟ چون همونطور که دبلیو تیلدا دبلیو تحت پی حرکت برانیه، دبلیو تیلدا هم تحت کیو حرکت برانیه. پس این عبارت ذاتاً اصلا فرقی با این نداره، هر دو دارن احتمال یه پیش آمدی رو برای حرکت برانی میسنجن. حالا اینو دوباره میخوایم برگردونیم به احتمال پی تبدیلش بکنیم. چیکار میکنیم؟ اولا دبلیو تیلدا تی، حالا با تعریفی که ما کردیم از دبلیو تیلدا تی که به علاوه بی تی بود، اینجا منهای بی اس میشه، میشه دبلیو اس. بنابراین ما داریم کیو این رو حساب میکنیم، یعنی هم کیو همون پیش آمد رو. خب هنوز ما کیو آر رو نداریم، ما پی آر رو داریم ولی کیو آر رو نداریم. اما حالا میتونیم از تابچگالی استفاده کنیم. چجوری؟ میگه که خب این که تابچگالی اس تحت پیه، این نمادی که اینجا به کار برده منظورش همون تابع چگالیه متغیر تصادفی S تحت P. خب حالا ما میخواستیم QR رو حساب کنیم دیگه، درسته؟ میاد چیکار میکنه؟ تعریف تابع چگالی دیگه، QR هست امید اون MT0 روی A. خب اینجا چی کار میکنه؟ حالا میگه که آ، پیش آمد آ چی بود؟ پیش آمد آ بود جایی که اس کوچکتر مساوی تی صفره، درسته؟ خب جایی که اس کوچکتر مساوی تی صفره، حالا چون میدونیم که ام در واقع مارتینگل هست تحت پی، یه قضیه توقف اختیاری به کار برده، اومده به جای تی صفر گذاشته اس مینیموم تی صفر، متوقفش کرده با S. اما چون روی این پیش آمد S کوچکتر مساوی T0 هست، پس این میشه خود MS روی جاهایی که S کوچکتر مساوی T0. خب اما MS چیه؟ دقت کنید به MS، تعریف MT یادمون بیاد چی بود؟ تعریف MT این بود دیگه. زمان S زمانیه که حرکت برانی برخورد میکنه به خط A به علاوه BT. پس در لحظه S WT برابر هست با A به علاوه BS. اونو جایگذاری کرده، گفته وقتی من بذارم MS در واقع چی میشه؟ ببینیم اینجا این رابطه رو بیاریم. اگه من ام اس بذارم، اس اون زمان توقف است دیگه، اس بزرگه، یعنی چه ای به توان منفیه بی در دبلیو اس که دبلیو اس هست آ به علاوه بی اس، منهای بی دو اس دوم. خب یه چیزایی با هم ساده میشه. آه نه ببخشید، اس زمانی بود که دبلیو تیلداتی میرسید به آ به علاوه بی اس، یعنی دبلیو تی میرسید به آ، بنابراین تو اون لحظه یعنی دبلیو اس مساوی آ، پس میشه منفی بی آ منهای بی دو تی دوم، که همین چیزیه که اینجا گفته بی دو اس دوم دیگه. خب حالا دقت بکنید، چیزی که ما میخواییم امیدش رو حساب بکنیم یه تابعی از اس، حالا درسته یه تابع اکسپوننشیاله ولی به حال یه تابعی از اس دیگه، دترمینیستیکه، تصادفی بودنش فقط ناشی از اسه. پس ما وقتی بخوایم امید این رو حساب بکنیم روی جایی که اس کوچیک تر مساوی تی صفره و تابع چگالی اس رو هم داشته باشیم، خب کافیه از این تابع از اس ضرب در تابع چگالی اس انتگرال بگیریم. روی کجا؟ روی جایی که اس کم تر مساوی تی صفره. و ما به همچین عبارتی میرسیم برای اون کمیتی که دنبالش هستیم. حالا البته نمیدونم این انتگرال رو ساده تر از این میشه کرد یا نه، شاید نشه، اما به هر حال گام خیلی خوبیه دیگه، یعنی در واقع ما تابع این احتمال رو، در واقع این احتمال
تی کوچیک‌تر مساوی تی صفر دبلیو تی مساوی آ به علاوه بی تی رو اومدیم به شکل یک انتگرالی حساب کردیم. بنابراین مثلا اگر زمان برخورد به اون خط رو هم اسمش رو بذاریم اس، ما در واقع تابع توزیع تجمعی اون اس رو پیدا کردیم. بنابراین میشه گفت این عبارت داخلی تابع چگالی همون لحظه برخورد به آ به علاوه بی تی هست، یا به عبارت دیگه در واقع تابع چگالی اس منتها نسبت به کیو در واقع هست. این هم نتیجه جالبیه که از قضیه گیرسانوف به دست میاد. و خب قضیه قویه، خیلی کاربردهای زیادی داره، اشاره کردیم کاربردهای جدیترش در ریاضیات مالی و همچنین در مسئله فیلترینگ تو همین کتاب اشاره شده. خب بحث این جلسه اینجا به پایان رسید. خدا نگهدار.